با درود به شما اونجوان عزیز و فعال و پشتگار، بحث ما در مورد تمرینات اوجخانی و تسلط در اوج و اوجخانی که مبحث مفصلیه و یکی از تکنیک های خوانندگی و آوازخوانی هست که در خیلی از کتاب ها اشاره شده بهش و اساتید تا حد اطلاعات خودشون منتقل کردن به هنرجویان و خوانندگان در کارشون استفاده کردن. اما در واقع هر خواننده ای تا حد اطلاعاتی که بهش منتقل شده و تا حد تمریناتی که انجام داده، زحماتی که کشیده و در واقع توانایی که داشته، به اندازه همین ها میتونه اوج خوبی بخونه. اما چیزی که باعث خیلی مهمه در اوجخوانی و اصلا بحث اوجخوانی اینه که آواز در واقع تنها اوج و اوجخوانی نیست. چیزی که خیلی از خواننده ها در واقع به خصوص خوانندگان اخیر خیلی بهش تاکید دارن و خیلی بیشتر قسمت های خواندنشون در اوج هست و اوجشون بیشتر دیده میشه، اما شما به خواننده های قدیم که نگاه بکنید، خواننده های 100 ساله قدیم که اخیر که نگاه بکنید، هیچگاه هیچ کدومشون تنها تاکیدشون به اوجخوانی نیست. حتی خوانندگان چپ کوک و دارای صداهای زی هم خیلی تاکیدشون رو اوج نیست و همه اجراشون رو اوج انجام نمیدن. ما به اندازه‌ای که در موسیقی، به اندازه‌ای که در واقع از صداهای بم استفاده می‌کنیم و لازم هست به استفاده از صداهای بم، به همون اندازه هم صدای اوج لازم. اگه خواننده‌ای در واقع به خصوص خواننده‌ای که راسکوب باشه صداش، یعنی صدای بم داشته باشه، بعد بخواد اوج زیاد بخونه، خب این که خیلی اصلا در کارش و در صداش دیده میشه و صدا نشون میده که در واقع اوج خوبی نداره. تا حدی با تمرینات صداسازی و در واقع سولفژی میشه این صدا رو، اوجش رو هم تقویت کرد برای خوانندگی که صداش راست کوکه و بمه. همچنان که کسانی که صداهای زیر دارن، صداهای چپ کوکن، در واقع ممکنه صداهای بمشون خوب نباشه، یعنی قوی نباشه به اندازه صداهای زیرشون. اینا میان با تمرینات صداسازی و سولفژ در واقع قسمت صدای بمشون رو تقویت میکنن که بم رو بتونن خوب بخونن. خواننده ای در واقع توانا هست و جامع شرایط میشه گفت هست که هم بم صداش بتونه با تمرینات و کاری که میکنه بم صداشو خوب تقویت کنه و خوب بتونه بخونه، هم وسط صدا و هم اوج صداشو خوب بتونه بخونه. حتما هم خیلی در واقع دیده نمیشه، محدود خواننده هایی که بتونن
20 تا بخش صداشون تقویت کنن و خوب از عهده کار در بیان و بتونن خوب بخونن. غالبا اونا که بند بخونن اوج خیلی نمیتونن تقویت کنن، که اوجشون هم بندازه بندشون خوب بخونن و عکسش هم همینطور ساده. حالا ببینید، ما اول اینکه تمرینات صدایی و تمرینات اوج خانی و کار روی صدا و در واقع تکنیک های صدایی چیزی نیستش که با یک ویدئو و در واقع با یه ضبط صوتی و تصویری منتقل بشه به هنرجو، و حتما لازمه که باشه و در واقع سینه به سینه و از نزدیک مشاهده کنه اونچه که تو کار استفاده میشه و باید چیکار کرد. اما تا جایی، تا حدی که من بتونم منتقل میکنم از طریق همین ویدیو، انشاءالله که مثمر ثمر باشه و بتونیم استفاده کنیم. ببینید، در واقع صدا چهار ویژگی داره، همونطور که خیلی ها در کتاب ها نوشتن و خیلی ها از شما میدونید، چهار ویژگی داره صدا. یک ویژگی صدا زیر و بمی صدا هست. صداها در واقع در مردان و در زنان متفاوت از لحاظ وسعتشون. یکی از امکانات صدایی زیر و بمی صدا هست، که خب بعضی ها صدای بم دارن، صدای زیر کم دارن، و بعضی ها صدای زیرشون بهتره، بمشون ضعیفتره، که بر همین اساس تو موسیقی ایرانی هم تقسیم بندی کردن، میگه طرف راست کوکه صداش و طرف چپ کوکه. کسی که چپ کوکه صدای زیر داره، کسی که راست کوکه صدای بم داره. مثلا آقای بنان صدای بم خوبی داشتن، اما صدای زیرشون هم خوب بود و تربیت کرده بودن با استادی و با تکنیکی که استفاده میکردن و توانایی که داشتن، صدای زیرشون هم که شما در کاراشون با دقت بررسی کنید، صدای زیر خیلی خیلی خوبی هم ارائه میکنن، اما صدای بمشون در واقع معروفتر و مشهورتر. خوانندگانی هم مثل طاهرزاده صدای زیر خیلی خوبی داشتن، چپکوب بود صداشون. و ما در بیشتر در آقایون در واقع میگن آقایون صداهای راست کوکن دیگه، صدای بمشون آقایون بهتر و خانوما صدای زیرشون بهتر. اما یکی از ویژگی های دیگه صدایی بحث کشش صدا هست. صدا رو میشه با کشش های مختلف اجرا کرد، در واقع مثل مد میمونه دیگه. ما تا چه حدی بتونیم صدا رو بکشونیم در اجرا، که حالا اینا رو من عملی عرض میکنم. صدای بم و زیر رو من اول عملا توضیح رو بدم خدمتون. مثلا صدای بم خودتون همچون که میدونیم، مثلا ما یه نوت رو بمش هم میتونیم بگیریم این دوتا گام از این نوته، که خب بمش رو اونزیمش. حالا همین صدا رو ما کششش رو بخوام اجرا کنیم، الاخر تا جایی که نفس داره خواننده و تا جایی که در واقع سلیقه هنریش ایجاب کرده برای اون قسمت کشش رو چقدر انجام بده و اجرا کنه، اینو میتونه انجام. بحث بعدی، یکی از ویژگی‌های دیگه صدایی، شدت و ضعف صدا هست، یا همون نوانس. ما میتونیم به صدا شدت بدیم، میتونیم ضعیفش بکنیم. چجوری؟ مثلا میگیم که
ما از صدای قوی اومدیم صدای ضعیف، یعنی ضعیفش کردیم صدا رو. برعکسش اینطوری میشه. این برای یه نوته. حالا در جمله آوازی و شعر هم همین اجرا میشه. ببین این مثلا یه بخش از تحریف بخواد باشه اینجوری میشه، همون نوانسه. من صدا رو هی قوی میکنم هی ضعیف میکنم. تو تحریرها زیاد دیده میشه، زیاد مشهوده. نواز میدم به صدا و کم شده زفت. یه ویژگی دیگه صدا تنین صدا هست، یا رنگ صدا، یا همون شخصیت صدا. شخصیت صدا و رنگ صدا یه چیز خدادادیه، یه چیزیه که تغییرش نمیشه داد. این با تکنیک خیلی قابل تغییر نیست، به طوری که ما صدای هر خواننده‌ای رو که میشنویم، هر فردی در واقع صداش به خصوص خواننده، یعنی تو بحث آواز و خوانندگی اینو بیشتر میشه مثال زد و تعمیم داد که هر خواننده‌ای با کاری که کرده، با صدای ذاتی خودش، با جنس صدایی که داره، با در واقع اون جنس صدایی که داره، با تمرین ها و با اطلاعات و کاری که انجام میده، اون رنگ صداش، اون شخصیت صداش شکل میگیره، به طوری که دیگه شخص دیگه ای اون شخص صداش دیگه اون طوری که اون هست نیست، یعنی اون رنگ رو نداره. به طوری که مثلا ما مثلا جزء خوانندگان، هر خواننده آقای بستامی رو شما گوش میکنیم، یه صداش یه رنگیه. آقای مثلا استاد شجریان رو گوش میکنین، یه رنگ صداشون، هیچ کدوم از اینا شبیه به هم نیست. اگر که پیدا بشه شبیه به هم بخوان با فکر مثلا نزدیک به هم باشه، نزدیک به همه، شبیه به هم نیست. میاد خیلی کم، به ندرت پیش میاد که ما حتی نزدیک به هم پیدا کنیم. ممکنه نزدیک به هم باشن ولی باز مشخصه که این صدای کسی دیگه است، مثلا فلان خواننده. خب یه در واقع عرایز من خیلی به طور فشرده اون چیزی که یه خواننده لازم داره برای اینکه اوجش خوب بشه و تقویت بشه، اوجخانیش هست. من خب در کتاب‌ها خیلی نوشته شده راجع به اطلاعات تئوری حالا صدایی و انواع صداها، و عرضم به حضورتون که اطلاعات مربوط به صدا، اما اون چیزی که در عمل خواننده لازمی که انجام بده رو من در واقع به حسب اون چی که از اساتیدم دریافت کردم و تجربیاتی که داشتم که عرض میکنم که برای یک کسی که هنرجویی هست میخواد کار بکنه قابل استفاده باشه و کمکش کنه. ببینید ما با تمام نوت‌هایی که داریم، میتونیم با تمرین صداسازی هم بن صدامون رو خوب کنیم، هم اوج صدام و هم وسط صدام. چجوری؟ در واقع اوجخوانی همون تمرینای صداسازیه که تک تک نوت‌ها رو
از بم باید آدم شروع کنه ریزه 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 نوتا رو بره بالا تا جایی که صداش یاری میکنه اونا رو ادا کنه، بخونه نوت ها رو. وقتی ما در تمام نوت ها خوب بخونیم و از پسش بر بیاییم و خوب ادا کنیم و اجرا کنیم تک تک نوت ها رو، در اوجخانی هم دیگه کم نمیاریم. یعنی ما شعر هم بخوایم بخونیم، شعر هم شامل صامت و مصوت دیگه. بنابراین ما از عهده اوجخانی اونجا هم بر میاییم. ما وقتی که روی تک تک نوت ها تحریر بدیم و تمرینات صداسازی رو کار بکنیم، طبق تمرین هایی که داشتیم که هفت نوت موسیقی رو از هر جایی که صدامون تو بم یاری میکنه شروع کنیم، با مصوت های ا ا او و ا او ای تا اوج اینا رو بتونیم ادا کنیم. الى آخر. یعنی ما اگر که بمو بتونیم خوب اونجوری که باید تمرین کنیم، نوت بعدی رو میتونیم خوب اجرا کنیم. اگر نوت ما قبل رو خوب ادا نکنیم، باید وایسیم تا اون نوت رو خوب به دست بیاریم و اجراش بتونیم خوب بکنیم، بعد به نوت بعدی، تا بعد بتونیم در واقع هم نوتی که میره بالاتر اوج میشه دیگه، صدا زیادتر میشه. بنابراین اگه نوت ما قبل رو نتونیم خوب اجرا کنیم، نوت بعدی رو هم نمیتونیم از اوتش بر بیاریم و اوجش خوب بخونیم، یه جای کار میلنگه. یعنی یا فالش میشه صدا، یا شدت ضعفش کمه، یا اصلا صدا اونجایی که باید بره نمیره. در واقع یه بخش دیگه هم از اوجخانی مربوط به نفسگیری هست، که ما نفسمون رو از کجا بایستی استفاده کنیم و بگیریم تا بتونیم تو اوج کم نیاریم برای نفس، نفسمون در اوج کم نیاریم. ببینید ما صدا به خصوص در آواز ایرانی، ما صدا رو بایستی بندازیم توی سر و از سر در بیاریم. صدا در حنجره که شکل میگیره، ما بایستی از شوش ها استفاده کنیم و نفسمون رو طوری بگیریم که برای ابتدا و انتهای ملودی آوازیمون نفس کم نیاره. حالا اگه بخوایم نفس عمیق بگیریم، نفس عمیق بگیریم. اگه بخوایم وسط کار نفس بگیریم، که این کار در آواز ایرانی نیست و نباید انجام داد، ما باید نفسمون رو طوری تنظیم کنیم که بدونیم که برای چقدر خواندن نفس لازم داریم و همون اساس نفس بگیریم. خب صدا در واقع نفس از ششها که داخل ششها که ما داخل این حفره ششها نفس رو حبس میکنیم و نگه میداریم، این نفس نبایستی یهو خارج بشه و از بین بره. اگه ما اول کار نفس بگیریم، بعد ندونیم که این نفس رو چجور استفاده کنیم، این نفس بدون این که خودمونم متوجه بشیم یهو از دیگه ششامون خالی میشه، دیگه هیچ نفسی نداریم، هیچ هوای دیگه داخل ششمون نیست. این کار با تمرین در واقع انجام پذیره که ما نفسی که میگیریم داخل ششمون ریزه ریزه خرج کنیم. یعنی اگر که مثلا ما نفس اینجوری میگیریم، من بیام بخونم دیگه من نفس اینجا کم آوردم. چرا؟ چون
نفس از ششام اومد، از اینجا اومد و از دهان رفت بیرون. ما نفس از شش استفاده میکنیم، میگیریم داخل سینه حبس میکنیم، ریزه ریزه خرج میکنیم اینجوری. تا آخرین لحظه که نفس داشتم رو نگه داشتم و حبس کردم، ریزه ریزه به اندازه که میخواستم، بر اساس شدت و ضعف صدا، بر اساس کشش هایی که داشتیم تو صدا و تنین در واقع اون شدت و ضعف و استفادهی که لازم بود برای جمله بشه، بر همون اساس من نفس استفاده کردم. یه بحث دیگه که در عجخانی مطرحه که این بحث تو بمخانی هم هست اما بیشتر تو عجخانی دیده میشه و کاربرد داره، اینه که ما اصلا نفسمون رو چکار کنیم که قوی بشه، که شش هامون نفس زیاد داشته باشه. ما زمانی میتونیم نفس زیاد داشته باشیم که شش هامون در واقع وسعت بیشتری داشته باشه و بزرگتر بشه. ما با ورزش بایستی شش هامون رو قوی کنیم، هم عضلاتش رو قوی کنیم و هم که فضای داخلش رو بزرگتر. حالا ورزش هایی که میشه انجام داد برای این کار، بهترینش کوهنوردی هست. به خواننده زمانی میتونه خوانده خوبی باشه که شش قوی داشته باشه. یکی از ورزش‌هایی که شش رو قوی میکنه کوهنوردی هست. یکی از ورزش‌های دیگه که باعث قوی‌تر شدن و بزرگتر شدن شش میشه شنا هست و در واقع ورزش دو هست. این چند تا ورزش به ما کمک میکنه که شش‌های قوی و بزرگتری داشته باشیم، در نتیجه نفس بیشتری هم بتونیم داشته باشیم. اما اگر کسی بیاد با این ورزش ها عضلات شش رو بزرگتر کنه و قوی تر کنه، اما اون تکنیک رو تمرین نکنه و به دست نیاره که چجور نفس زیاد رو حالا کنترل کنه و چجور خرج کنه و چجور استفاده کنه، این هیچ فرقی نمی کنه با کسی که یه شش کوچیک داره و این نفس کم داره. یعنی اون کسی که نفس بیشتر داره و شش بزرگتر، اگه ندونه نفس رو چجور خرج کنه، به اندازه همون کسی که نفس کم داره و شش کوچیکتر، همون اندازه نفسشو استفاده میکنه و خارج میشه از ششش و نمیتونه این نفس رو در واقع بهینه استفاده کنه ازش. پس بنابراین باید یاد گرفت که نفس رو در داخل شش که هست چجور خرج کرد، چجور آورد داخل سینه، حبس کرد داخل سینه و به اندازه که لازمه استفاده کرد. این نفس نبایستی از اینجا بیاد داخل شش و از فضای حلق و پنجره و در واقع دهان بگذره و به از دهان خارج بشه. ما در عجخانی یه بحث دیگه هم من با یادم اومد که باید بگم، در عجخانی هم یکی از چیزایی که باید رعایت کنیم و تمرین کنیم، دقت داشته باشیم و تمرین کنیم در تمرینامون، اینه که ما توی عج دقت کنیم، سعی کنیم که حجم صدامون کم نشه، چون صدا به زیر تمایل پیدا میکنه و زیر میشه، این صدا ناخودآگاه از حجم صدا کم میشه. ما بایستی سعی کنیم که در اوج هم همچنان که در بم حجم صدامون حجم داره، در اوج هم
اون حجم رو هر چند که کمتر میشه اما استفاده کنیم و در واقع باشه در اوج صدامون. مثلا ما تو بم میگیم یه حجم میدیم که همونطور که صدا مخروطی باید بیاد بیرون، یه حجم میبهش میدیم که حالا یه گام بالاتر که من اوجش رو مثلا میخوام بکنم این اگه بشه این دیگه حجمش گرفته میشه، این حجم کم داره، این هم حجم کم داره. ما باید حجم بدیم هم بم صدامون هم اوج صدامون. اینو باز دقت کرد. تمریناتی که در لازمه برای اینکه خواننده اوجش قوی بشه همون تمریناتیه که در واقع تو بم صداشو تقویت میکنه و برای صدای بم انجام میده. تنها چیزی که شاید بشه گفت اوج خوانی، نه نمیشه گفت تنها چیز، یکی از مهمترین مسائلی که در اوج خوانی مطرحه یکی همین حجم صدا هست و یکی همین که نفس کم نیاره خواننده در اوج، که اونم با همین در واقع قوی کردن شش ها و نفس گرفتن زیاد و درست خرج کردن صدا به دست میاد. در واقع دیگه چیز تمرین دیگه ای ما در اوج نداریم، فقط روی نوت ها تک به تک نوت ها از بم شروع میکنیم و به سمت اوج میریم. اگه نوت بم رو بتونیم خوب بخونیم و خوب بگیریم، نوت بعدیش رو هم میتونیم خوب بگیریم در الاخر تا نوت 14 15 هر کسی تا نوت هر چند نوتی که میتونه اوج بخونه و جوست باشه صدا و درست نوت ادا کنه و اجرا کنه اون قابل اجراست. فقط بایستی ما بدونیم که در اوج خوانی حجم صدا کم نشه و نفس کم نیاریم با همین تمرینات. هیچ تمرین خاص دیگه ما در تمرینات اوج خوانی و تسلط در اوج خوانی نداریم. فقط اینو بدونیم که آواز اوج نیست، همش اوج نیست. آواز یکی از متانت های آواز بمه، آواز هست. بمخوانی خیلی 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 سخت‌تر از اوجخوانی، اینو دقت داشته باشید که بمخوانی خیلی سخت‌تر از اوجخوانی. اوجخوانی راحت راحت میشه اوج خوند، با تمرین میشه اوج خوند، اما کمتر از خواننده چپکوش هست که بتونه بم خوب بخونه. و ما اصلا کدام خواننده بمخون و راست کوک کم داریم، خواننده بم خیلی کمترن تا خواننده آمیزی، چون صدا رو با تمرین میتونن فریاد بزنن و زیرش رو تقویت کنن، اما بم رو تمرینات بمخوانی که غیر از این که در واقع بخشش خدادادی هست و در صدا باید باشه، بخش دیگرش تمریناتی که بخواد استفاده کنن خواننده که بم صداش تقویت کنه خیلی سخت‌تر از اوج خوانی هست. اینا مطالبی بود که در واقع تمرینات برای اوج خوانی و تسلط در اوج چیزهایی هست که ما استفاده کردیم و فرا گرفتیم و استفاده میکنیم و منتقل میکنیم. چیز خاصی دیگه ای نداره. تمرینات اوج خوانی رو بایستی سعی کنیم. یه مطلب دیگه هم به من الان خاطرم افتاد این که در تمرینات اوج خوانی بایستی ما صدامون رو اصطلاحا میگن صدا ندزدیم، صدا دزدیده نخونیم، یعنی جایی تمرین کنیم که با خیال راحت هیچ نگرانی از این که کسی آزار میبینه کسی میشنوه نباشیم و صدامون رو رها کنیم.
و آزاد آزادانه بخونیم که تمام دقت ما به کارمون و تمرینمون و صدامون باشه، ضمن این که صدای خودمون رو خوب باید در تمرین گوش کنیم. و بهترین جا برای تمرین خواننده و تمرین حاضر اوج به خصوص در فضاهای باز، دشت، کوه، بیابان و اینجا هستش که حالا اگر که فرصت کمتری هست و در منزل میخواد منظور تمرین کنه، باید یه جایی تمرین کنه که مطمئن بشه صداش کسی رو آزار نمیده، که بتونه خوب فریاد بزنه، صدا رو رها کنه تا یه وقتی صداش در واقع آسیب نبینه و نوت‌ها رو بدون اینکه خودش متوجه باشه فالش نخونه. همین اینا چیزایی بود که من به ذهنم رسید و امیدوارم که قابل استفاده باشه برای همه هنرجویان و همه دوستان هنرمند. سرفراز و موفق باشید.